سلام دوستان گلم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز میخوام براتون نونبربری خونگی درست کنم. آرد 1 کیلو، آب به میزان لازم، روغن مایه 5 قاشق غذاخوری، نمک 1.5 قاشق غذاخوری، مایه خمیر 1.5 قاشق غذاخوری. خب اول 1 کیلو آرده که الک کردم از قبل و میرزم داخل این پاتیل خمیر یا همون ماشین خمیر. مایه خمیر رو اضافه میکنم. وسط آرد و یه مقدار گودش کردم. یک و نیم پیمانه آب گرم بهش اضافه کردم. روغن مایه رو اضافه میکنم. نمک رو اضافه میکنم. امروز خواستم با ماشین خمیر خمیر کنم که بعضی از دوستان حوصله ندارن با دست خمیر کنن. گفتم که امروز با ماشین خمیر کنم. 2 دقیقه با دور کند و 3 دقیقه با دور تند ماشین که در کل بشه 5 دقیقه خمیر می کنم. ببینید آبو کم کم اضافه کنید. من الان می بینم که آبش کمه. دوباره این آبی که باقی مونده بود و اینو اضافه میکنم. در کل 2 پیمانه آب. آرد هایی که میچسبن به دور و اطراف خمیر کن اینطوری بیارید وسط، دوباره ادامه بدید. ببینید 5 دقیقه کامل، 2 دقیقه اول رو با دور کند و 3 دقیقه آخر رو با دور خیلی تند زدم، خمیر کردم و خمیرم به این شکل، به این خوبی، به این نرمی به دست اومد. اگر که شما خواستید با دست هم خمیر بکنید به همین شکل هستش. آبو کم کم اضافه کنید و خمیرتون رو به این شکل انجام بدید. ببینید یه خمیر شبیه آدامس به دست اومد، یه خمیر خیلی نرم اما شل نیستش. اینو همینجا میذارم داخل خود این، یه پلاستیک روش میکشم میذارم 1 ساعت بمونه و خمیرم استراحت کنه. یه پارچم روش میذارم. ببینید خمیرم به این خوبی بر اومده تو طول مدت 1 ساعت. یه مقدار روغن میریزم داخل سینی. سینی های فرتون رو حتما چرب کنید.
ببینید خمیرش انقدر خوب بود که ببین اصلا نچسبیده. میبینید؟ اینو من ستاش میکنم. ستا نونه بربری. ببینید نه آردی لازم داره نه هیچ. به همین راحتی خمیر جمع میشه و چونش میکنه. خب بنشه. یه مقدار خیلی کم آرد میریزم در این حد. خمیر رو روش باز میکنم. حالا با دستم میشه، دوست دارید با بردنه باز کنید، دوست دارید با دستتون باز کنید، فرقی نمیکنه. نو میذارم کنار، بعدیشو باز میکنم. همون آردی که از اول ریختم دیگه کافی هستش، خیلی آرد پاشش نمیکنم. بنشه. خب حالا اگر خواستم کنجد بزنم از همین الان میزنم. یه مقدار با بردن دوباره روشو ته میکنم، روشو باز میکنم که کنجد فشار بهش بیاد بچسبه به نون. به همین راحتی. خب حالا اگر میخواین فرم بدید به نونتون از همین الان میتونید فرم بدید، یا اینکه بعدن که گذاشتید داخل سینی فر هم میشه. خب اینو من برمیدارم به این شکل میذارم داخل سینی فر به این شکل. خب حالا ضخیم بودن و نازک بودن نونتون بستگی به خودتون داره. ببینید اینو همینطوری من میذارم. دوباره ببینید با یه مقدار خیلی کم آب روشو چرب میکنم، به دلیل اینکه کنجد زدم و میخوام که کنجد روش بچسبه. همینقدر دوباره کم فشار میدم. خب اینو یه پارچه تمیز روش میندازم میذارم. دوباره یا پلاستیک روش میکشم یا پارچه روش میندازم میذارم دوباره یک ساعت دیگه بمونه. خب همین پلاستیکی که مال خود خمیر بود همین روش میکشم، یه پارچه تمیز روش میندازم میذارم یک ساعت دیگه مثل اول خمیر بمونه و خمیرم استراحت کنه. به این شکل. اینم بعد از استراحت که به خمیرم دادم، الان میخوام روشو فرم بدم. هر مدل فرمی که خودتون دوست دارید، مثلا مثل بربری به این شکل میخواین فرم بدید، حالا هر مدلی که خودتون دوست دارید، من میخوام این مدل فرم بدم. خب آماده است که بره داخل فری که 10 دقیقه قبل به درجه 250 سانتیگراد گرمش کردم. میبرم این نون بربری رو قرار میدم طبقه وسط فر. مدت پخت این نون 10 دقیقه هستش. دوستان فر با فر فرق داره ها. همین که روش طلایی شد خودتون نگاه کنید نونتون رو از فر بیارید بیرون. هر چقدر که زخیم تر باشه نونتون نرم تر میمونه. با چنگال یه مقداری یه چند تا اینطوری سوراخ ایجاد میکنم که دیگه خیلی پف نکنه.
اینم بهتون بگم که اگر به همین شکلی که دارم درست میکنم بهتون نشون میدم، شما هم همین کارو بکنید، بهتون قول میدم که 1 سال داخل فریزر نونتون خراب نمیشه و 2 هفته رو میز آشپزخونه باز نونتون خراب نمیشه، خشک نمیشه. زمانی که خواستید از فریزر بیارید بیرون، نیم ساعت قبل از مصرف بیارید بیرون، بذارید تو فضای آشپزخونه، خودش به خودی خود گرم میشه و نرم نرم میشه. اگر که شما خواستید داخل فر یا داخل گاز گرمش بکنید، خب مسلماً حتما عجله دارید، این کارو بکنید. به اندازه‌ای که مصرف میکنید این کارو بکنید، چون اگر یه بار گرم بشه دوباره بذارید خنک بشه، دوباره بخواید گرم بکنید خشک میشه نونتون. زمانی که میخواید نونتون رو برش بدید، بذارید کاملا خنک بشه بعد برش بدید، و میخواید بذارید داخل کیسه فریزر، بذارید خنک بشه بعد بذارید داخل کیسه فریزر، بعد بذارید داخل فریزر. اینا نکته های مهمش هستش که بهتون دارم میگم. دوستان نازنینم، نون بربری خونگی ساده و سالم آماده شد. بفرمایید نوش جان. حتما برای خودتون درست کنید. خیلی درست کردنش راحته، خیلی خوشمزه است و خیلی نرم. ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار. ببینید چقدر نرمه؟ خب میتونید شما داخل کیسه فریزر یا هر پلاستیکی که خودتون دوست دارید بذارید. زمانی که کاملا خنک شد بذارید داخل فریزر.